اینا همون خانوم یا آقای ناشناس فرستاده. با دل من بازی نکن. کرم نمیزنه من به صورت میام داستان گردن بندم میگم به تو. یه بیرون گل سر با یه بالا هکه ها برده میشه الان میاد دوباره. مرسی مرسی مرسی. چه پیام های خوبی برای این لباسه. الان میام داستان این لباس هم منو میکنم. هدیه ماریا این بیاد این باید یزن تحین روغن. نه نه این آبه. هم برقصیم همینو درست کن. بچه تحین میدونین چیه؟ تحین همیشه تهنشی میشه. وای 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 Thank you.
آها ارده میگن. خب آره ارده. چه کفش دمپایی، چه سر صدا میکنه از این دمپایی های. دستمو بشورم یه لحظه. بیا شما با هم دیگه لاست تراپی کنید تا من بیام. ای جون من، ای جان من. اینم نیبارم استکار نیبارم. خب پس شماها در چهره من، در پشت این خنده های من، شادی من، یک غم بزرگ میبینید؟ آره باشه ببینید، اشکال نداره ببینید. نشون میده که اوی اوه لباسه بچه. این لباسو اولا چون کسی که فرستاده اسم نداره، ناشناس فرستاده، بعدش ازش تشکر میکنم، خیلی خوشگل و خوبه. بعد اینو اینو رویا نجات فرستاده. هی میگفتم اینو من کی بپوشم، با چی بپوشم، چه جوری به کجا. بعد دم چقدر با این سته. اینم با این نبود ولی چقدر قشنگ ست شد باهاش. نمیدونم کی داده، یادم نیست. و هر کی هست حسن همتون با هم دیگه ست کردید دیگه. خب کوبیا اینجا ببینم، من خودم اومدم نشستم برتو گذاشتم اینجا. برت بیا، برت چون بیا اینجا. خب خدایی همه چیزات از همه چیزای من از دیگرانه. حالا اسمشو میخواییم بذارید گدامه دا. همه چی، همه چی. خب همه چی اصلا خودم هم از دیگرانم. منی وجود نداره آخه، منی وجود نداره. دنبال چه منی هستید؟ منی وجود نداره اصلا. هر چقدر من 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 میکنی، همون منت بیشتر، اصلا بیشتر میفهمی که معنی وجود نداره. جهالت انسان در همین منه. چقدر خوشگله، نگاه کن. خب این از این. واو اینو با دوتا قاشق. آره دیگه، حالا مثلا من بگم هیچی از خودم نیست، خب معلومه از خودم هیچی نیست. اصلا شما نگاه کنی سلولام هم از خودم نیست، همه چی سیال است. وحدت وجود، کسرت در وحدت، وحدت در کسرت، وحدت در کسرت، کسرت در وحدت. اصل با ارده، ارده چیه؟ این تهین. من تهین رو اینجا آشنا شدم، بعدا فهمیدم تو ایران خوده. چرا من اینا رو تو ایران نمیشناختم؟ داغه. لبام میگه نه. آره لبام میگه نه، میگه سب کن باش. او بایستید یه کار دیگه میکن. نه همون کارم نمیکنه، بلش کن، سب کن. ارده با چی؟ حلورده رو من شنیده بودم، من نمیدونستم حلوردم از همین تهینه. کنجد، روغن کنجد، و عربا خیلی براش چیز دارن. نه گوشی که دادی به فاطمه ازش گرفتی؟ نه اون گوشی که بهش دادی مال خودشه.
چون من هر چیز که خواستم بهشون بدم در مقابلش کاری خواستم انجام بده و فاطمه انجام داد. در رابطه با 20 پوندی که یک خانومی از به اسم مونا میشد 750,000 تومان مثل که اونو هنوز به حساب من نیومده بود، داشتم برنامه ریزی میکردم ولی خب پوشکش و نمیدونم پول اینترنت و فلا اینا رو هم بخشیدی بهش، ولی اون 20 یورو رو 20 پوند من گفتم دیگه بهش برگردونم به اون خانومه. چون دیگه نمیخوام ببینیم تبلتو گفتم ازت میخرم همون قیمتی که تو گفتی تبلت 300,000 تومان بیشتر نمیخرم، گفتم من ازت میخرم 300,000 تومان 300,000 تومان نمیخرم 500,000 تومان میخرم، که مهدی گفت من نه بهت هدیه میدم، هدیه تو بهت برمیگرده. من میخواستم بهش بگم بهش ازش بخرم چون میگفت به دردمون نمیخوره فلان اینا، موبایل به دردش میخوره، به درد فاطمه. موبایل فاطمه با تبلت مهدی فرق داشت، تبلت رو برگردون به من هدیه داد، ازش تشکر کردم، مرسی، کتابامو داد، ادا در نیاورد که من کتاباتو گروگان میگیرم مثل محسن که لباسای کاپشنای چیزو گروگان گرفته بود. البته من هنوز یه ذره بحران داشتم، اونو گفتم بذار تا به دست وحید نرسه، همش منتظر بودم که از خونه مهدی خارج بشم. وقتی که گفت راه افتادیم خوشحال شدم. اوپ آی جیرده چم جت مطرفه او طرف طرفه گاش ما جوره گروگان. آفرین راست میگه، ببین مناطق گرویی نه گروگان. آفرین ببین یاد گرفتم دیگه، اصلا شما با همش به من یه چیزی یاد میدین، گرو بگیره نه گروگان. راست ببین ببینید همشه. وای 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 بچه های اسمشه علی دایی رو اسمش رو گذاشن روی ماهی، ما هم اسم اینو میذاریم روی این گذاشتیم چی؟ رضا شیخا بچه ها وای چی کامنت هایی میفرستن، میگه حالا ولش کن. یکی از بچه ها کامنت ها رو اسکرین گرفته بود، من همه کامنت ها رو که نمیبینم، یکی از اسکرین ها رو داشتم نگاه میکردم برای من فرستاد و نوشته بود حالا این حرفا رو ول کن ببینم رضا شیخان انداختی تو چایی. رضا شیخان رو بندازیم تو چایی. آره داری با من نهار میخوری نوشه جان؟ رضا شیخان شد مثل اون ماهیه که علی دایی شد، گردو رو یه شب قبل خیسش کنم خیلی خوشمزه میشه. ببینم قرمه سبزیه دعوت شدم، من فردا دعوت خونه آذر هستم برای خورشت، اسمش چیه؟ خورشت خلال، یه غذای کرمانشاهی است، میرم خونه آذر. برای قرمه سبزی هم یک شنبه دعوت شدم خونه مریم، هم منو دعوت کرد هم احمد رو دعوت کرد هم حبیبو، ولی احمد قبول نکرد، من تنها میرم. همین هایی که اومدن گلیمو گرفتن از من،
میگفتش که زیبا خواهش میکنم، میخواستم بهت بگم به احمد بگو، گفتم به احمد دوبار نباید یه چیزو بگی. وقتی گفت اینو میگیرم میگیره، وقتی گفت نمیگیرم نمیگیره، وقتی گفت میخوام میام میاد، وقتی گفت نمیخوام دیگه نباید تکرار کنی. چرا بنا اینو کار نکن. نون برنجی هم خوبه. حبیب امروز زنگ زن. بچه درباره اون وسایلی که من میخوام روز دوشنبه دیگه بدم که نسیم بیاره، همون روز دوشنبه تصمیم میگیره. ارده رو با شیره خرما و انگور امتحان کن. فکر خودی آف معلم بوده شما. من معلم نبودم ولی اومده بودم حدودای اوایل که اینجا بودم توی کمپ ها میرفتم آلمانی درس میدادم برای یه کسایی که مبتدی بودن. حالا آلمانی من خیلی هم کامل نبود ولی بچه ها دوست داشتن من بهشون درس بدم. میگفتم ما با تو خیلی خیلی سریع یاد میگیریم. لک باز مغرورم نه نه خیلی بلد نیستم آلمانی. میتلش روفه ولی برای یاد دادن برای اون بچه هایی که مبتدی بودن و تازه میخواستن آلمانی یاد بگیرن خیلی براشون خوب بود. میگفتم ما با تو خیلی راحت تریم، خیلی بهتر میفهمیم تا معلمای آلمانی. من از جنبه های از تکنیک روان درمانی استفاده میکردم، همهشون خوششون میمد. بهشون درس نمیدادم، گفتم کارهای برای چی آلمانی رو میخوای؟ یکی میگفت من میخوام دکتر برم، یکی میگفت من میخوام خیابونا رو بخونم، یکی میگفت من میخوام تو فروشگاه اینو بخرم. گفتم خیلی خوب خیلی خوب. نمیمدم کتابی بهشون درس بدم، اینی که خیلی خوششون میمد. بعدنم بهشون گفته بودم همتون اجازه دارید غلط حرف بزنید. در و دی و داس و گفتم بچه خود منم خیلی در و دی و داس و اینا رو خوب بلد نیستم. برکنیم میخوای بگی مثلا دی کیزه، مردم میفهمن کیزه یعنی مثلا دیگه پر میرم. آرتیکلش هم درست نبود، مهم نیست. چجوری پولتو پس انداز کنم؟ سوال خوبیه. برای جوابش باید فکر کنم، نمیدونم. مام بذارم براتون بگم. من از اولا اولین چیزی که شما تو ذهنتون در رابطه با منیجی اقتصادی باید داشته باشید این که قرض گرفتن از دیگری، وام گرفتن از دیگری یه لست مغزیه، یه لست فکریه، یک بار فکریه. شما پول میگیری از کسی ولی بار فکری تو زیاد میکنی. قسطی میای میخری؟ من واسم هیچ وقت قسطی نمیخرم. قسطی پولی رو نمیدم. یه بار جریمه، یه بار نه دو سه باری جریمه شده بودم. بعد میگفتن درآمد، کسایی که درآمدشون پایینه مثلا میتونم در چند وعده بدم. گفتم با نه، من همون وعده اول میدم تموم شه. بهش فکر نکنم جریمه شدم.
شما وقتی به ذهن خودت، به وجود خودت، به روح خودت ارزش قائل میشی، یک میگی من به هیچ عنوان نمیخوام قرض داشته باشم، به هیچ عنوان نمیخوام که توی بانک یا تو حساب من برای من اخطار بیاد. مثلا شما تو پول تو بانکتون نبود، مثلا اینقدر اخطار، حالا یا اینجا میگم مانونک، خب ولی همین اخطار مثلا چند اویرو اضافه هم که چیز میکنن، میگن که خب برای اینکه ما اخطار این چیزه دیگه شما رو سنجوره جدونتونه. بعد وقتی به این فکر میکردم، من میگفتم در هیچ شرایطی نباید به من مانونگ بیاد، اخطار بیاد که مثلا پول توی چیزشون اونجا پیش خودم خورد میشم. برای همین همیشه، حتی اون اوایل که اومده بودم بانک، حساب بانکی باز کرده بودم، گفته بودم باید حداقل 200 اورو 100 اورو اینا تو حساب من باشه. اومدیم یه اتفاقی افتاد، یه چیزی افتاد، مثلا اون موقع که هیچ پولی نداشتم، کم کم اینو یه مقدار زیادش کردم. من گفتم یه دفعه یکی مثلا میگه من احتیاج دارم، سری بکشم. من اینقدر بدم میاد که مثلا دوست آلمانی مثلا میرفتم گفتم یه نیست، مثلا نه پول پلوم نیست، فوزیه میرفتم پول پلوم نیست. یعنی چی پول پلوتون نیست؟ بابا دارید میرید بیرون. بعد فوزیه یاد گرفته بود، هم حسابش رو مثبت کرد، هم همیشه یه گفتم حداقل یه 20 یورو 30 یورو پیشت باشه دیگه. قسطی آدم فکر میکنه چیزی نیست که یخچالو خریدم، ماهیانه انقدر میدم، چیزی نیست که. ولی شما نمیدونید که این بار روحی میشه. شما فکر میکنی پولشو تیکه تیکه داری میدی، ولی این همین که درون شما، وجود شما به کسی مقروضه. من یه نفر بیاد به من بگه که یه اورو من بهش بده کنم، یه اورو، من 10 یورو بهش میدم. چرا؟ چون روحم رو، روانم رو، آرامشم رو به پول ترجیح میدم. ایران رفتم، به من گفتن شما مجوز مطب که گرفتم، گفتم به دکترا وام میدن. اون موقع 50 میلیون اینا بود. بچه ها گفتم 50 میلیون خیلی بود، وام بگیر. هرچی فکر کردم گفتم بلش کن، من وام من تا حالا وام نگرفتم، نمیخوام وام بگیرم. سریع طرف وام قرض الحسنه، وام فلان، وام قره کشی به ما فلان. بابا اصلا از کوچیکی بدم میمد از اینا. وام خودش هست دیگه، وام یعنی بدهکاری. خب چرا بدهکار بشم؟ هزینه ما میارم پایین. روحم رو، روانم رو ارجح میدونم. من نه خونه دارم، خونه وام مسکن. یا کسی به من اینو میده، اینو میده، این لباس رو میده، تمام. میگم مال من شد، یعنی به من دادی، در مقابلش چیزی میخوای، کاری میخوای؟ نه، یا تو به من این کارو کردی، من ازت خیلی چیزا یاد گرفتم، چی 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 چی، تمام. آرامش داری؟ بعد
از یه مدتی یه دفعه میبینی اصلا برکت بهت میاد، برکت میاد. بعد برای چی میخوای پول جمع کنی؟ هم به اینم فکر کن. مامان من همیشه میگفت زیبو تو اگه این همه پولایی که به تو اومده پول جمع میکردی، گفتم برایشو جمع کنم. آخه من 4-5 هزار یورویی که اینم پشتوانه هست که اتفاق بیفته چی بشه، برای یه همچین یه چیز پایینیه برای یه زندگی در یه جو همچین کافیه. بقیهشو به جریان میدازم. خب چی بخورم؟ اینا بخورم. خوب بود تهینه کافیشه غلیظه. آره تهینه نمیخورم. آره نمیخورم بس غلیظه. آره تو برو اونجا عقب بشی. خب واسه من از هوا و زمین داره میاد. خب خوبه دیگه. آها تو همون صاحبی که امروز اومدی تو گروه با هم آشنا شدیم. خوبه اگه جمع نکنی میشی کارتون خواب. بیا مغزشو نگاه کن، اگه جمع نکنی میشی کارتون خواب. باش یا با همین جمله تو مشخص شد که دیگه با تو بحثو بهتر همون بهش بگی یا ادامه نداد. الان بهتون میگم تحنین ایرادش اینه، استکانو چیز میکنه. سب کنیم یه استکانو دیگه بیارم. میخوام بزرگترین سرمایه گذاری و اصلی ترین سرمایه گذاری من روی آدم هست. روی آدم هست. یا میبرم یا میبازم یا اینکه بالاخره نصف نیمه میشه، مثل همین جریان مهدی. خب مثلا نبردم ولی خیلی هم نباختم، مسئله خونش هم منتفی میشه. بچه خوب، یکی از بچه های سوالی که در مورد داشتم اینو میگفتم، سرمایه گذاری روی انسان ها. شما وقتی سرمایه گذاری رو افراد و آدم یه نفری که به دست میاری، صدا که به دست بیاری 90 هم توشه، اون موقع طرف با جان و دل وجودش پولش سرمایهش اینا رو هم در اختیارت میسه. البته خب به دست آوردن یه انسان خودش خیلی خیلی هنر میخواد. من هنوز اقرار میکنم که چنین هنری رو ندارم که یک آفرد رو کامل به دست آورده باشمش. نه، در یه اندازه 20-30% در این حد به دست آوردم، ولی کامل نه. تسخیر قلب ها نه، نکردم، نتونستم. با همین 10-20% هایی که از هر کسی به دست آوردم کلی سرمایه های انسانی رو تقویت کردم، روابط رو تقویت کردم، پروژه های خودم رو پیش بردم، از جمله کتابام بوده، کلیپام بوده، نزدیک 2000 کلیپ دارم، بالای 2000 تو یوتیوب، 10 تا کتاب نوشتم. اینا آثاریه که از من میمونه دیگه.
و افرادی که همینطور در رابطه با دیدگاه های من، مسائل من، کتاب های من، روش های لایف استایل من، همینطور به قول یکی از بچه ها میگفت تو داری منبسط میشی، تو داری منبسط میشی، همینطور توی افراد مختلف نفوذ میکنی، درصدها زیاد میشه. ولی من نتونستم هنوز تسخیر کنم کسی رو، اون یه واقعیت. بیایم سوال بعدی. این باشه اینجا، اینم اینجوری بریزم، نه چجوری بخورمش، یه سر تحریمیه، یکی رو دیگه بخورم، سر چجوری بخورم، تو اونجا برای شستم، تو خیلی خوبی، تر و تمیزی، بیا اینجا. شماره یه چیز رو می نویسم. بچه هایی می پرسیدن که چرا تو از فوزیه حرف می زنی؟ نمی دونن که شما چقدر از فوزیه می پرسید. خب منم حرف می زنم دیگه، سوال می کنی. شما از مامانم می پرسید، منم حرف می زنم دیگه از مامانم. یا یه موقعی ممکنه یه کاری پیش بیاد، مثل همونی که داشتم در مورد چیز صحبت می کردم، پیاز رو نمی دونم، پوست پیاز رو، پوست پیاز یه دفعه یادمه که میگفتن تلسمو نمیدونم چیکار میکنه، چه جوری میکنه، فلان میکنه. بعد سب کن اینو پینش کنم. بچه هاست 2049-179-5-73-72-83 درست. صدای من چطوره؟ خوبه؟ خوشم میاد که هیچی هدر نمیدی. آره ببینید، وقتی که ارزش قائل بشی به هر چیزی که داری، حالا یه ترم پرتقال هم میخوام بخورم، بعد خب اونم برای شما کتایی صبح خوشگل من. آره جا خوشگل، خیلی دوستش دارم. یه بارم سر این چاقوی یه ذره یه کوچولو دوام شد با چیز، با آزش. این چاقوم گم شده بود، بعد من خیلی این چاقو رو دوست دارم. یه بارم یه پسر اومده بود خونه من، خیلی چرت و پرت گفت، مستم بود، گفتم بیا برو بیرون مستی. بعد اومد چی کنه؟ گفتم بیا برو بیرون، در چیز کردم، بعد برای من خیار و گوجه آورده بود. خب بچه ها ببینید، گفتم چی بیارم؟ خیار و گوجه هم تموم شده بود. گفتم من میخوام یه چیزی بیارم برای تو. اومد بعد دیدم مسته. چقدر آدم، یکی از مزخرف‌ترین آدم هایی که دیده بودم اون بود. اسمشم یادم رفت، اما بهتر که اسمشم یادم رفت. بعدش این جوه من یه دفعه دیدم که گفت حالا که میگی به برو بیرون، گوجه خیار منو بده. گفتم بیا برو، بیا بردار گوجه خیارتو، بیا گوجه خیارتو بردار، من نمیخوام یه آدم مست اینجا. اوی 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 نریزه. بعد گوجه خیارشو که داشت میبرد، یه دفعه دیدم تو نایلونش اینم هست. گفتم چاقوی منو کجا میبری؟ بده به من چاقومو. این چاقو خیلی دوست دارم. بعد گفتم وسط گوجه خیار که چاقونم گذاشتی، بده به من اینو. حالا کار ندارم، عصبانی شد و چاقو رو گذاشت، من گرفتم ازش رفت، در رو باز کردم، دم مست، خیلی اوضاش خرابه، رفت بیرون. بعد هی همش دوستشم زود بره بیرون، میترسیدم هم یکم یکم هم اینو بگم، من نه کاراته بلدم، نه چزمیز بلدم و اینا. بعدش یه دفعه رفت بیرون، اون خونه قبلیه، هم گوجه رو گرفت هم خیار رو گرفت، شروع کرد به فحاشی و اینا. گوجه خیارم از خیارهای بزرگه، این خیارهای بزرگ آلمانی رو دیدی؟
اینا رو پرد کرد به چیز، به در خونی، در بیرونی، گجار چیز شدن، در کثیف کردن و خیاره له شد و اینا، فوش و بعد بیراه داد و رفت. هر وقت این گجار اینو میبینم یاد اون صحنه میفته. هیچی دیگه، ما رفتیم بعد از اینکه دیدم اون مرتی که گورشو گم کرد، رفتیم خب اون خیار گوجه رو پاک کردیم دیگه، هی دستمال برده. خب بابا بالاخره مهمان من بود، من با این کار میکردم. دنبال چی میگردم؟ نمیدونم. خب فعلا حالا بریم، خودش یادم میافت. آره حالا این چاقو رو گم میشه، نگو من خودم میذارم یه جایی، میرم که از اون چیز برم، یه جایی که اصلا مشخص نبود گذاشته بودم، من اینو میذارم گم میشه. بعد میگم این چاقو کجا رفت؟ پرسیدم، گفتم که آذر یه دفعه مثلا داشتی تو به من میگفتی دست نزن اینو، تو آشغالا ننداخته باشی یا فلان و اینا. گفت نه من خیلی دقت میکنم. دیدم از این یه دونه، بعد یادم افتاد خونه احمد یکی دیگه از اینا رو داشت، خودم کار میکرد. زنگ زدم به احمد، گفتم احمد اون چاقو سر برو کشو رو باز کن. باز کرد، گفتش گفتم یه چاقو سرش کجه. گفت آره میخوای؟ گفتم آره. اونو گفتم استفاده میکنی؟ گفت نه هر وقت تو میمدی خودت استفاده میکنی. گفتم اونو بده به من. اونو آورد و من شد دوتا چاقو از این. بعد آذر تا یه دفعه گفت خب چاقو رو پیدا کردی؟ حالا من اول پیدا نکرده بودم. میاد و سه روز بعد میرم یه دونه از اون کمد چیز بردارم، یه دفعه ای بغلش این چاقوه. گفتم بعد پیام دادم به آذر، گفتم آذر خیالم راحت شد که تو ننداختی و این چاقو رو پیدا شد. گفت حالا که پیدا شد از احمدم گرفتی، اون یکی رو بده به من. گفتم نه بده به من. اینجوری گفتم خیلی بدم اومده از این، چون پیداش کردم بدم به تو. گفتم خیلی بدم اومد، نمیدونم برای چی ولی خیلی بدم اومد و نمیخوام بدم. گفتم اینو، گفتم همون گفتنت بدم اومد دیگه. گفتم نمیدم، ندادم. حالا دوتا چاقو دارم، برید بگی خصیصه بعد، چون پیدا کردم بدم بهش. چون پیدا کردی بده به من، از احمد گرفتی دیگه. حالا میرم فردا مهمونی خونش، ولی ما غیبت درمانی خودمون هم داریم دیگه، خودش هم همه رو میبینه بشنوه. خوبه من حرفامو میزنم، همه هم حرفاشونو بزنم. الان امشب قراره مهدی لایف بذاره، به من گفتش که لایف بذارید منو میاری بالا. گفتم تو تا اطلاع ثانوی دیگه به من پیام نده، تا یه مدتی به من پیام نده، بعد میخواد خودش لایف بذار. خب برو بذار، افشاگری کن، هرچی دوست داری بگو، حق تو هست. خیلی خوبه، آروم میبرم آبش قسطو چون من. ماهیه رو تمام کردم، یه تیکه کوچولوش، یه سه تا تیکه اینجوری قشنگ سرخ کرده، انقدرم نرم بود، دادم به چیز، بردم به همسایه پایینی. گفتم دلم نمیاد اینو بذارم تو یخچال، فریزر و اینا، انقدر لطیف و تازه شده، تازه است، نرمه. الفم گفت زیبا، اصلا من نتونستم، همینطوری خوردم. گفتم خوب کاری کرد. یه ساعت بعد دیدم که برای من در زد، گفتم که برای اومدی چیزی؟ گفت حالا که به من چه، منم برای تو یه چیزی دارم، غذای بلغور. بذارم براتون بیارم نشون بدم، بذار اینو بخورم براتون نشون بدم. خیلی خوشمزه. بلغوره چیه؟ یه غذای، نه
بلغوره؟ نه بلدم نیستم. با چی درست میکنم؟ مثل گندمه. بذار الان بچه همه خودشون میگه. وای وای وای، هزار تا پیام نرفته، ندیدم. بلغور گندمه، بیارم براتون نشون بدم. اینقدر خوشمزه است. من اینو یه بارم تو آنتالیا خوردم، گفتم چه خوب، من به تو ماهی دادم تو اینو به من دادی. من از اینو نمیپزم که، امروز ناهار اینو میخورم. خیلی خوشمزه است. بلغور کنم اسمش. خب اینم از این. نه گلپر نه، یه چیزیه مثل گندمه. بچه گرمم شد، بذار ببینم چی جوری شدم. عینک بزنیم ببینیم. خب آشه ترخینه. خب بیام. آها چه تو نایلون ریخته. این خونه برادرش بوده، خونه برادرش که میاد، گفت من خونه برادر، یک شنبه ها میرم خونه برادرش. گفت برادرم از اینا درست کرده بود، زن برادرش، بعد که از اونجا اضافه اومده بود آورده بود، گفته بود بریز تو نایلون فریزر که مثلا ظرف نداشتم. اینا همونو که من بهش ماهی دادم، گفت بیا تو اینو بگیر، تو از اینا، ما از اینا زیاد میخوریم. یه لباس به آذر بده. یه لباس به آذر بدم؟ آذر لباس بخواد بهش میدم. بابا توی نایلون بوده دیگه، الان خودش از خونه برادرش آورده بود توی ظرف قشنگ بریزه، خودم بعدم منم بردارم یه ظرف دیگه بریزم. برای چی ما این حرفا رو نداریم که؟ ممکنه مثلا من دارم خونه یکی دوستم برم بگم که نمیخواد توی نایلون فریزری بریز، فرق نمیکنه. خیلی وقتا بعد دیگه تو قشنگ اینجوری غذا که درست نگم، تو گفتی زیبا تو اینو آوردی، منم اینو از خونه برادرم آوردم، تو دوست داری بیا بگیر. این عدوات برو رو بذاریم کنار. البته برای نایلون نریخته، من خونه خودش که میرم میگم برای محیط زیست، برای حمایت از محیط زیست تو نایلون استفاده نکنید. برای این آره، ولی وقتی خودش دیگه از خونه برادرش از تو نایلون آورده، دوباره بگم تو یه ظرف دیگه بریز؟ نه دیگه. یه دونه پرتقال بخورم عصبانیم نکنید. آیا یه پرتقال میخورم؟ اگه عصبانی بکنی یه پرتقال بخورم. خب هیکل من، با هیکل من خشم. خب باش، ولی هیچی درباره هیکلمون حالا حرف نزنیم که غیبت درمانی در نکنم، بعدم میاد عصبانی میشه بدن من. شایان چقدر تو پیامای خوبی میدی توی گروه، انقدر خوشم میاد نکاتی که میبینی، خیلی نکات جالبیه. انقدر خوشم اومد دیروز یه حرفی زدی، گفتی که این بحثی که همه کرده بودن، گفتی که بهترین جواب برای اینکه وارد سیکل معیوب نشه، گفتم به نگاه کن داره یه چیزای نکات رو خیلی خوب داری میگیری. خوشم اومد خیلی، یه چند تا پیامت خیلی جالب بود. انقدر این با این پرتقال آب دارن، خیلی خیلی عالی هن. اصلا آدم باید نمیتونه چیزه. گلپرم اون بردارم، حوصله ندارم. گلپر دارم و از مرکز به گروه ارسالی شعری که میخواد بفرست، گلپر نفرست، گلپر دارم. اصلا جبون آلتون رو
آره سرمایه سوالاتتون رو گلپر بیار. نه 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 گلپر نیاره، گلپر زیاد دارم. من زیاد جمع کن نیستم، هر چیزی هم که هست فردا داریم برای خورشت خلال. من دارم زرشک سیاه دارم از شما یاد که خوبه که ننداختمش. بچه ها گفتن زرشک سیاه اینقدر گرونه، البته نمیدونم از کی مونده چقدر. زیبا من خیلی تو رو دوست دارم، عشقم از راه دور بوس. مرسی. زیر بغل من چون مو داره دیگه. پاهام چقدر موهاشو دوست دارم، قبلا رو دوست نداشتم ولی الان اینقدر پاهامو وقتی میبینم تو این اسکرین شات ها خوشم اومده. از با تتند دا بریم رو خونه نزوری یاخ. موندم اینو، موندم اینو چجوری بخورمش بخونم بمونه بعدا. دیدم خیلی باید فکرم مشغول بشه بهش که چی جوری بخورم. ولش کنی چای بخوری. خب آره بچه های گروه انتقادای خیلی بچه الان یکی زیبا ریواز داری. ریواز هم تموم شد دیگه، چهار تا دونه ریواز، چهار تا دونه ریواز بود، دو نیم نزدیک دو رو خریدیم. خب مرسی. ببینیم ساعت چنده، حواسم نره یه ساعت باشه. بستریشم خوب شید باشه باشه. آخه من بستریشم، آخه تو کجا بیایی حرف بزنی اقداماتو خالی کنی؟ آخه به خاطر دکتر پروفسور معلوم نیست که به اطرافیان، به منی که غریبه هستم، من نمیشه این همه این حرفا رو میزنم. ببین به کسایی که نزدیکت هستن چیا میکشه. زندگیم خیلی قشنگه. آره از مهدی بگو چرا قهری. ببین مهدی یه پروژه انسانی، یه برنامه روان درمانی بود به هر حال، تا جایی که خودش همراهی میکرد با ما اومد. وقتی که نکرد خب دیگه ما ادامه نمیدیم، اصراری نیستش که. مشکلی هم دعوایی هم که باش نداریم که. دیدی که لپتاپ رو به من، چیز تبلت رو به من هدیه داد و کتابامو داد و خب دیگه بره به سلامت کاراشو بکنه، زندگیشو بکنه دیگه. علنان هم اومد گفتش که این کار خیلی جالب، به من گفتش که من اگر یه هفته شیره نکشم تستم منفی میشه. بعد اون موقع برای شما تاثیر داره؟ گفتم برای من تاثیر، مهمترین چیزی که تاثیر میذاره رازنداری انسان هاست. این که بری به مامانت بگی، این که بیای به همه بگی، این که دیگران از دیگران مخفی نکنی. بعد دیروز فاطمه میخواست یه چیزایی بگه تو وایسی که تو کانالمون هست، جلوشو گرفت. بعد من اونجا متوجه شدم، دیروزم بهش گفتم، داشتم رفتم باش حرف زدم، گفتم تو هنوز خیلی راه داری در رابطه با راز نداری، بعد خیلی مسائل در زندگیت هست. گفت مثلا چه مسائل؟ گفتم خیلی مسائل، همسر سابقت، بچهت، بچه دو دختری که از بچه همسر اولت آوردی داری، مسائلی که در رابطه با محیط کارت داری، در رابطه با پدر و مادرت، در رابطه با برادرت، در رابطه با برادر و خواهر و فامیل. حالا نمیدونم برادر و خواهر رو نمیدونم، گفتم همه اینا ناشناخته است، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. شما فکر کن همین الان مهدی الان بخواد از خونه خودش خارج چیز بشه، فاطمه بیشتر جا داره تا مهدی. فاطمه الان شاید بره مثلا منصور فاطمه رو پذیرفت ولی مهدی رو نپذیرفت. نسرین دو سه روز فاطمه رو پذیرفت حتی با بچه. سارا پذیرفت و خیلی کسا ممکنه فاطمه رو بپذیرن. به هر حال برخورداش طوری شده که بچه ها
هنوز باهاش ارتباطن. ما در این مسئله موفق نشدیم، شکست خوردیم دیگه. خب ناتوانی منم بود دیگه که من میخواستم بچه ها رو به وحدت برسونم، همونطور که در رابطه با خانواده خودم هم ناتوانیم هست دیگه. به هر حال ضعفمونه دیگه. مهدی رازنداری دقیقا چطوری؟ اولین بار شنیدم شما پرده از روی زندگیتو برمید. این اومد استارت این مسائل رو زد که استارت قیامت. خونهش رو نشون داد، وضعیت خونهش رو نشون داد، کارش رو نشون داد، سطح زندگیش، وضعیت این مسائلی که در زندگیش داشت دیگه. خب اینا خودش نقاط مثبتی بود. به هر حال اثراتش به خودش برمیگرده، اثرات مثبت این کار. رازنداری یعنی قیامت، شروع قیامت از خودمون. نامه اعمالت، حالا ده بار اینو میبرم نمیخوام، نامه اعمال خودمون رو به دستان خودمون بده بدون قضاوت. وهله اول برگشتم گفتم من الان در این مرحله، این که تو شیره ای هستی یا نیستی، یا خوبه یا بده کار ندارم، معتادیت خوبه یا بده کار ندارم. من منظورم اینه که وهله اول ماها باید هر آنچه که هستیم، بیماری هایی که داری، محل درآمدت، نمیدونم مصرف مواد مخدرت، نمیدونم سرمایه های چیز مالیت، نوع رفتارت با دیگران، وقتی که تو هی دم بدم فحاشی میکنی، نمیدونم میزنی، نمیدونم مثلا تشویق میکنی به این که دیروز تو اون وایس گفتش که میخوای بگی نمیدونم چی، من یه سری مسائلی دارم. خب مسائلی داری، خب مگه مهم من نیستم که بدونم اون مسائلو، مهم اینه که تو از بیان اون مسائل ترسی نداشته باشی. آخه یه کسی از همش به من فوش میده، ولی چیزه فعالانه اینجاست، خانم فراهانی فلان و اینها. لباس تو چه در آوردی؟ حالا سردم شد باباره میپوشم، یه ذره گرمم شد. چشم ابروهات شبیه مغولاست، با خودم هم مغولم. من اصلا چیزم نژادم برمیگرده به مغولا. چرا ابروهات رو لیفت کردی؟ باش تو بهتر میدونی، باش چراشم خودت بیا تعریف کن. بچه داری؟ هیچ وقت نخواستم بچه داری. زیبا از آفو بگو چرا بیرونش کردی؟ خب به خاطر اینکه نیازی نداشت به گروه ما. الان خوبش، حالش خوبه، خیلی خوبن، دارن زندگی میکنن تو پیج خودشون. نیاز داشت میمد دیگه، میمد میگفت میخوام بیام تو گروهت. خب چرا الان ما گفتیم؟ خب تو وقتی که ببین الان شما این بیفایده است اینجا، هی اینجا وایستاده مونده. خب هی مثل این فنگشویی کردیم دیگه، یه اشیایی که شما نیاز ندارید و به دردش، خب بده به جایی. الان رفته قشنگ داره کار میکنه، فعالیت میکنه، ده ها کار مثبت. ما باهاش مشکلی نداریم. مشکل ما این بود که وقتی تو گروه ما فعال نیستی و بیرون فعالی، خب بیشتر در بیرون باش که خب اینم برای تو خوبه، برای ما هم خوبه، که ما هم فکر نمی کنیم که یه دونه یه چیز اضافی اینجا داریم، برج زهر ماره، میدیم به یه استفاده برسه دیگه. از فرشته هم بگی چرا رفت، هر کس رفت خوش رفت. فرشته گفت من برام دیروز غم سنگین احساس میکرد در رابطه با من، بعد چند وقت پیشم میگفتش در رابطه با این جریانات مالک و فلان و این چیزهایی که برای سحر پیش اومده، من دوست دارم که مثلا از گروه برم که برای سحر، حالا سحر حالش خوب شد، این شد انرژی های منفی به سمت خودت فرشته رفت. گفت من خیلی احساس سر چیز میکنم، سنگینی میکنم، خیلی احساس فشار میکنم. گروه ما بچه یه گروه واقعیه، یه چیزیه، یک گروهیه که اتفاقاتی که تو اونجا میفته همش واقعیه. آدم ها چون فیک نیستن، مسائل چیز نیست، الکی پلکی نیست، بیاییم برای همدیگه از روان درمانی اونا شعر و اینا بگیم، این نیست.
بلکه از خودمون حرف میزنیم. برای همین این اتفاقات واقعی زندگی، درهای زندگیمونو به روی همدیگه باز کردیم، خب انرژیاش میاد دیگه. پاشیم خرتی بازی بکنیم با همدیگه، بعد بریم دیدام دام دام دارام دیم دام دیم. من هستی بود، کی بود، چی بود، کی بود؟ الان میپوشم اون لباس رو، شما هم ببینید خوشتون میاد. اگه اون لباس رو خوشتون اومد الان میپوشم. خب به همین شماره ای که پین کردم پیام بدید. بیام اینجا یواش یواش که بیام اینجا. Game on!